آقای رضایی عزیز، ببینید صحبت نوه شد، ما در اینجا یک نوه عظیم الشأن دیگه ای داریم به اسم آقای حمید واعظی، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد تبریز و نوه مرحوم آیت الله میرزا عبدالحسین لنکرانی. حالا شما دیگه ببینید میرزا عبدالحسین لنکرانی کی بوده بینندگان عزیز. اومده با هفته‌نامه حریم امام شماره 179 گفته که در جریان سفر رهبران شوروی انگلستان و آمریکا به ایران، یعنی استالین و چرچیل و روزولت به ایران، استالین با آیت الله خمینی دیدار کرد. خبرش مفصل نیست اما تو نسبتاً طولانی است. میگه که آن زمان آمریکا و شوروی بریتانیا به شاه اعلام کردند و قرار کنفرانس تهران را گذاشته و ایران را پل پیروزی قلمداد کردند. از این صحبت ها رئیس جمهوری آمریکا روزولت، استالین، رهبر شوروی چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در تهران جمع شدند. منتها شاه علمای قم میگوید که من قدرت ندارم در مقابل اینها حرف بزنم، لذا امام را به عنوان نماینده علما تعیین میکنند که با شاه از اینها استقبال کنه. یعنی شاه به علمای قم میگه یکی بفرستین، میفرستن امام خمینی رو، مثلا اون موقع هنوز امام نشده بود، میرن و با هم شاه و آقای خمینی میرن فرودگاه که استقبال کنن. شاه مستأصل و آدم و ترسو و ضعیفی بود خلاصه. بعد بقیهش از نقل قول امام خمینی میفرماید، امام میفرماید به گفته ایشون، من در کنار شاه به استقبال میرفتیم با اینکه خوشم هم نمی آمد. معلومه نه شرقی نه غربی، اون وسط هم استالین بی استالین. روزولت آمد در هواپیما رو باز کرد. شخصا روزولت وقتی میمد خودش در هواپیما رو باز میکرد با اون وضعیت جسمانی که داشت، رئیس جمهور فقید آمریکا، در هواپیما رو باز کرد بدون پلکان پایش رو روی زمین گذاشت. یعنی با هر چی که بود، با اون وضعیت گفتم اشکالی که داشت از نظر جسمانی، پاشو رو زمین بود. چرچیل هم همینطور، اون هم در هواپیما رو باز کرد پاشو گذاشت رو زمین. اما استالین با یک هواپیمای بزرگ آمد. به این گندگی ساعت ها منتظرش بودیم، دیدیم اول کالسکی زرینی با چندین اسب پیاده شد. ببین اینا رو به ما نگفته بودن آقای رضایی، تاریخ رو به این حد جعل کرده بودن که اینطوری وارد شده بودن. حالا محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران هم کنار آقای خمینی دارن استقبال میکنن با سیگاری در... شما خسته نمیشید که آقای رضایی؟ برای چی نه، من دارم لذت میبرم. بله، با سیگاری در گوشه لبش پیاده شد، شاه معرفی کرد به استالین، گفت هازا خمینی. من هم اینا رو داره خود آقای خمینی، نقل قول آیت الله خمینیه، من هم نماینده علما بود. شاه به من گوشه چشم می آمد که این خیلی آدم شجاعی است. یعنی شاه محمد رضا شاه پهلوی چشمکی به خمینی زد که این استالین خیلی آدم شجاعی، حواست جمع باشه. بعد به استالین دست دادم، یک خورده بی‌اعتنا به ما نگاه کرد، عادت استالین بود دیگه، تکبر. در سالن به من گفت شما چه نظری نسبت به ما دارید؟ این بوی گل سوسن و یا استالین آید از اونجا میاد دیگه. من گفتم شما در کاخ کرملین زندگی میکنید، من یعنی خمینی. گفت بله. پرسیده گفتم شما حرف از نظام کارگری میزنید، آیا هر نفر مردم روس اتحاد جماهیر شوروی میتوانند کالسکه زرین؟ این کالسکه زرین منوچهر سخایی واقعا شنیدنی است، اشاره به همین شاید باشه، سوار شوند؟ گفت نه. گفتم آیا این از شعار عدالت خواهی و نظام کارگری شما؟ دیگه بقیهش مکالمه نیست. استالین از همونجاست که وقتی رسید تهران کالسکه زرینشو برد تو خیابون منوچهری فروخت و گفت آب ببرید بدید به هر کی میخواد، به کارگرای جنوب تهران و اینا. دیگه کالسکه زرین بی کالسکه زرین اصلا لغو شد بعد از صحبت‌های خمینی. من به رئیس جمهور آمریکا و چرچیل بعد خیلی بدبین بودم، اما آنها خیلی از شما مرتب ترند.
به هر حال امام میگوید شاه نمیتوانست به آنها چیزی بگوید، ولی ما حالی کردیم که شما در ایران نمیتوانید بمانید. شاه به آنها گفته که بالاخره علما اینطوری هستند و این هم از همه آنها تیزتر است. شاه تازه اومده به این ستا گفته که آقا علمای ما همشون اینطوری هستند، این بابا از همه تیزتره. یعنی ببینید اینا اسرار تاریخی که باز یه نوه فاش کرده. ما از کجا میبینیم که چون این اتفاقاتی افتاده؟ اگه یه نوه، اونم معاون فرهنگی دانشگاه آزاد تبریز، از شما میپرسیم. بسیار مهمه، یکی از حقیقت‌های خیلی بزرگی بعد از برگشت استالین یه مقداری سبیلای مبارکشون آویزون شد، نگوییم توپ و تشر آقای خمینی بوده. و بفرم یکی از حقیقت‌های خیلی بزرگی رو که اینها همواره از ما پنهان کرده بودن، تسلط امام خمینی علاوه بر زبان فارسی به چندین زبان دیگر بوده. یعنی خب الان این نوه مورد اشاره در دانشگاه آزاد تبریز و اینها میگه که امام با استالین حرف زد، نمیگه با چه زبانی. امام تا جایی که ما میدیدیم از تلویزیون پخش میشد و اینها، این بدبخت در طول دوران حیاتش یه دونه جمله نتونست بگه که جای فعل و فاعلش درست باشه به فارسی. ولی خب بعد از مرگش مثلا یه دیوان شعری ازش در اومد که خب این اگه مثلا خودش وقتی زنده بود اگر یه بیتشو میتونست بخونه، که من خودم میرفتم اونجا باش بیعت میکردم، دوباره برمیگشتم میرفتم تجدید بیعت میکردم، چون یه بار اینا بیعت میان دوباره. بعد به چه زبونی اینها رو به استالین گفته؟ زبون میخی ممکنه، چون از زبونهای رایج اون دوران بوده در حوزه. من چیزی که حدس میزنم این که امام از طریق انگشتش این کار کرده، چون ایشون با انگشتش خیلی اون موقع مثلا یه داره به جهاد میفرستاد، یه اینجوری میکرد میرفتن، یا یه اتوبوس میرفت عموما برم نمیگشتن، درست اینجوری میکرد. یه دوتا این یکی از چیزهایی که این نبه و ایناش الان مشکل دارن اینه که از انگشتشون درست نمیتونن استفاده کنن. ممکنه که امام با انگشت مثلا به استالین یه اینجوری کرده، یعنی تو یه اینجوری کرده، یعنی تو کرملین یه اینجوری هم کرده، خیلی خیلی استفاده میکرد. ممکنه حالش که زرین اومد چه تو نمیشه با انگوش که نمیشه تمام اینا رو نشون داد. مثلا با ما داریم راجب امام صحبت میکنیم جناب چالنگی، داریم راجب امام ما صحبت میکنیم، راجب انگوش امام. بله ممکن یکی از حقیقت هایی که پنهان شده بود، مثلا شما فرض بفرمایید که الان بحث همین چیزا میشه، یک بزرگ داشتی برای همسر امام گرفته بودن چند وقت پیش. خب یعنی خانم خدیجه ثقفی اگر اشتباه نکنم، ایشون شغلش این بود که همسر امام بزرگداشت گرفته بودن. همین جناب آقای هاشمی رفسنجانی یه خاطرات زیبایی تعریف کرد، ایشون خاطره داره با همه دیگه. میگفتش که خانم سرکار خانم ثقفی بسیار شیک و اینا، از جمله این که عموما پیاده جایی نمیرفت، کالسکه سوار میشد. متاسفانه امام انقدر درگیر مسائل سیاسی بود که مسائل بیت خودش رو گاهی، خب به هر حال این تذکر به جایی که به استالین داد در مورد کالسکش. شما نه، شما دارین چیز میگین، شما دارین یه القا میکنین که نکنم اون کالسکه استالین و خود استالین همونجا در فرودگاه داد به آقای خمینی، دارین اینو میگید؟ من والا نمیخوام، حالا اگر که اینجوری میشه، چون خودشون میگن آخه این که داره میگه که اینجوریه، اونم که میگه اون زنش کالسکه سوار میشد. بعد اصلا ببینید ممکنه امام البته از همسرشون هم به عنوان مترجم استفاده کرده باشن، چون در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، خاطراتی که شفاهی دیگه نرسیده اینا رو بنویسه، گفتم جوری در اون هست که همسر امام به زبان فرانسه هم صحبت میکردن. نه ببینید این که مثلا امامان ما گفتن که خود من دیدم تو برنامه های مستقل خودتونم دارید که یک بابای آمده و گفته امامان ما، امامان شیعه، برخیشون مادرشون اسرائیلیه، برخیشون مادرشون فرانسویه، همه اینها. ببینید خب کاری نداره، زبان روسیه دیگه. برای یه آدمی مثل آیت الله خمینی، امام خمینی، زبان که یکی از مسائل اولیه است. با دو تا بشکن زدن چهار تا زبان آدم یاد میگیره در حوزه. حالا شما میگید که جای فعل و فاعلش روشن نیست، من اتفاقا مطمئنم که روشن هست کاملا، که ما باید اصلاح کنیم وقتی دقت کنیم در صحبتهای آقای خمینی و بقیه علمای اعلی. به هر حال اون چیزی که مهم هست بردن
شاه هست، محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، که آقای خمینی رو با خودش میبره به فرودگاه. روزولت هم با چرخش میاد پاش میذاره رو زمین، چرچیل میاد، امام اصلا محلی به اینا نمیذاره که هیچ، یقه استالین نمیچسبه. این خیلی مهمه، یعنی مثلا تاریخ بشریت اینو چه تا حالا پنهان کرده بودن از ما. آقای چالنگی، یکی از خیانت‌های بسیار بزرگی که شاه به کشور کرد این بود که خب ایشون که امامو با خودش هی میبرد فرودگاه، اون روزی که داشت از ایران میرفتم اگر امامو با خودش برده بود فرودگاه، الان نه ما اینقدر گرفتاری داشتیم نه خودش. میدونی یکی از خیانت‌های خیلی بزرگ این بود که اون روز البته امام نبود، ولی میتونست از قبل امام رو بیاره با همون کالسکه و ببره فرودگاه با خودش، بگه آقا من دارم میرم الان یک جایی که میترسم و تو بیا اونجا و اینا، با انگشت هر جوری که بلدی زن ترجمه میکنه هر چی یا علوم چیز متصلی با اونا حرف بزن، اینا به یه کلکی بیکشید میبرد و همونجا به خدا اصلا هیچ کدوم بدبختی گرفتاری دیگه نداشتیم. بعد جناب چرن یک نکته ای که البته بحث نوه ها شد و الان بحث سران خارجی و اینها، خاطرتون هست یک ماه پیش امام جمعه محمود آباد هم گفته بود نوه هیتلر رو من مسلمان بله، کردم. یعنی تمام این سنان جنگ دوم جهانی همه برحال یه جوری به ایران مربوط میشد. خودشون و بعدا نوه هاشون اصلا، یعنی نوه در سطح بین الملل یک موضوع بسیار مهمیه. درست، نوه رو مسلمان کرد، یعنی برده سنت کرده گوشه چپ و راست و فلان، و یا علی تسبیح دستش شدیه، یه رکعت شمار نماز هم اخیرا میزنن شماره میندازه.